اینا مخالف کار کردن زن در بیرون از خانه هستند. در حالی که همسر پیامبر اسلام حضرت خدیجه کبرا یک تجارت پیشه بود، یک کارگر بود، در بیرون کار میکرد، تجارت میکرد، پول به دست میآورد، از پول خود برای دیگران کمک میکرد و توسط پول خود کارمند استخدام میکرد. حتی خود پیامبر اسلام هم از پول همین خدیجه کبرا کار کرده و تجارت کرده. دوستای گرامی سلام، وقت شما بخیر و خوبی. همین گروه قومی که در افغانستان مسلط شده خود مسلمان میدانه، در حالی که هیچ چیزی از اسلام نمیدانه. اینا مخالف کار کردن زن در بیرون از خانه هستند. در حالی که همسر پیامبر اسلام حضرت خدیجه کبرا یک تجارت پیشه بود، یک کارگر بود، در بیرون کار میکرد، تجارت میکرد، پول به دست میآورد، از پول خود برای دیگران کمک میکرد و توسط پول خود کارمند استخدام میکرد. حتی خود پیامبر اسلام هم از پول همین خدیجه کبرا کار کرده و تجارت کرده. و وقتی که خدیجه کبرا همراه پیامبر اسلام ازدواج کرد، بیشترین امکانات مالی را، یعنی تمامی مالای خدیجه کبرا داشت، به اختیار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. این چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که در گذشته کار کردن زنها وجود داشته، در حال حاضر وجود داره در تمامی کشورها، داینده هم وجود خواهد داشت که زنها در بیرون کار کرده، کار میکنن و کار خواهند کرد. اهمیت اقتصادی هم همین یک جمله کوتاه نشان میده که بیشترین کمک ها و امکانات مالی را همین بانوی اسلام در اختیار پیامبر اسلام قرار داده و بیشترین استفاده از او صورت گرفته. در حال حاضر کشورهای پیشرفته هم زنان بیشترین درآمدها، بهترین درآمدهایی را هم دارن که در رشد اقتصاد و کشورها، در رشد اقتصاد خانوادهشان و در رشد اقتصاد جامعه بسیار مفید هستند و داینده هم مفید خواهد بود. اگر زن و مرد در بیرون کار بکنم بسیار مفید هست، از اهمیت بسیار بالای برخوردار است، از جمله ای که توازن کار به وجود میاد. چون در افغانستان عمر مردها کم است، عمر زنها هم کم است، در حالی که دیگر کشورها عمر مردها و زنها بالا هست. بخاطر اینکه در افغانستان زیاد کار میکنه، کارهای شاقه و سنگین میکنه، ولی غذای خوب نمیخوره، امکانات خوب، امکانات صحی درست اختیارشون نیست بابت ضعف اقتصاد. یک نفر کار میکنه، ولی کشورهای خارج مرد و زن کار میکنن، کار کمتر، پولی بیشتر، امکانات صحی و غذای بیشتر در اختیار اینا هست و زندگی راحتتر اینا داره که عمر زیاد میکنن. اولی که توازن کاری به وجود میاد اگر مرد و زن در بیرون کار بکنه. حرف دومی که نیروی کاری بیشتر میشه. بیشترین کشورها تلاش میکنه که منابع بشری یا نیروی کاری بسیار زیادی داشته باشه. میتونیم نیروی کاری در بخش تجارت نیاز داریم. دیگه کشورها تاجرای کلان، کلانشان زنا هستن، مردها هستن. در بخش تحصیلات ما با زنان نیاز داریم. زنا میتونه معلم باشه، استاد دانشگاه باشه، پروفسور باشه و خیلی هم عالی میشه. یک استاد زن به مراتب بهتر از یک استاد مرد تدریس میکنه، دلسوزانه تر تدریس میکنه و بهتر به شاگردایی که چه در دوره صنف اول باشه چه در دوره دانشگاه باشه رسیدگی میکنه. نیروی کاری در بخش ساخت و ساز بیشتر میشه، نیروی کاری در بخش صحت بیشتر میشه. در کشورهای پیشرفته ببینید که تمامی دکترها، تا جایی که ما در مراکز صحی میریم، 80% دکترها زنان هستند. کار سنگینی هم نیست، کار سبکی هم هست، کار ظریفی هم هست و اینا قرار پیش میبرن. ترجیح میده مردم اگر در یک جای بره دکتر یا نرس زن باشه، مردم میره خوش داره. در افغانستان باشه هم خوب است، چون دقیق و درست رستگی میکنه. و اگر ما مرد و زن با کار و در جامعه داشته باشیم، خدمات عام بیشتر میشه. ما میتونیم که کارهای تقسیم بکنیم، بعضی کارها را که سبک هست، موضوعات عاطفی، موضوعات رستگی خوبتر، مناسبتر اینا هست، تسلیم خانم ها شود، در صورتی که مرد نمیتونه اون کار انجام بده. میتونه بعضی کارهای شاقه و سنگین و بعضی کارهای خشن که هست مردها واگذار شود. این رقمی اگر باشه بسیار مفید واقع میشه و توازن کاری به وجود میاد، نیروی کاری هم بیشتر میشه، باعث میشه که رشد اقتصاد به همراه باشه. اگر درآمد یک نفر باشه
یک نفر نمیتونه که هم خرج زن خود پوره کنه، فرزندای خود پوره کنه. در افغانستان دقل 4-5 تا اولاد داره. او اولادا غذای کافی نیاز داره. او اولادا لباس کافی نیاز داره. او اولادا تحصیلات درست نیاز داره. او اولادا خدمات صحی درست نیاز داره که همه اینا نیاز به پول داره. تنها یک نفر نمیتونه که 6 نفر غذا، پول، امکانات صحی، لباس و همه چیز برش فراهم بکنه. اما اگر 2 نفر شوه، امکانات برای 4 نفر به راحتی فراهم کرده میتونه. هم میتونه برای اولادای خود یک تحصیلات خوب فراهم بکنه، خدمات صحی خوبی داشته باشه، تربیت درست داشته باشه، غذای خوبی داشته باشه و هم یک زندگی و خانواده خوب و یک اقتصاد خوبی داشته باشه. اینی خوبی هایی است که مرد و زن میتونه در بیرون کار بکنه. البته من طرفدار ازی هستم که اگر زندگی یک مرد خوب بود، کار خوبی داشت، خانم خود یا خانواده خود آزاد بانه، خانمش دلش که بیرون کار کرد خوب، نکرد خوب. ولی در صورتی که زن علاقه من باشه، خانم ها و بانو ها علاقه من باشه، باید زمینه کار بر ازو فراهم شد. شما نمیتونید که تنها از اسلام، از بهشت و دوزخ و پول صراط و جزا و اینا استفاده بکنید. اصلا من خوشم نمیاد به اینکه ما از اون موردش استفاده کنیم. ما باید از این استفاده بکنیم که چی چیز خوبی داشته که به زندگی از ما درد بخوره. با زندگی از من اینی درد میخوره که اینا یک الگوی اقتصادی داشته که یک زن پیامبر این اینا یک تجارت پیشه بوده، یک کسی بوده که هم پول داشته، هم تجارت میکرده، هم پول بیشتر میساخته و هم نفر استخدام میکرده. اینی رو من میتونم الگو بگیرم، اینی رقم چیزا رو ترویج بکنی، اینی خوبی ها رو داره. نه ای که اماده که شلاق استفاده بکنید، که چادری را استفاده بکنید، بغرب جلد سر از جا بندازید، اینا چندان جالب نیست. مردم هم این چیزا رو خوشش نمیاد. مردم وقتی خوشش میاد که به گفته این جوان دیگه، مردم وقتی خوشش میاد که اینی خوبی هایش استفاده بکنید. برای مردم اجازه بدین که مرد و زنش کار بکنه، مرد و زنش تحصیل بکنه، مرد و زنش آزادی داشته باشه و مرد و زن از حقوقشان مستفید شه. دوستای گرامی، شما شاید این مورد خبر داشتین، شنیده بودین قبلا، ولی من خواستم مجددا با شما شریک بسازم. این ویدیو رو شریک بسازم که به گوش اون نفرها برسه و شما هم تبصره خود بکنید، این موضوع رو منتشر بکنید که در سابقه هم مرد زن کار میکرده، حالا هم حق ما است که استفاده بکنیم. کسایی که خود هر گروهی باشه این حق نداره که شما بگیره که شما در بدون کار کردن نمیتونید. این ویدیو رو به خاطر نشر کردم. با امید رشد اقتصاد، با امید آزادی مرد و زن و با امید زندگی سالم و خانواده سالم و تربیت فرزندان خوش خندان و با آینده درخشان. خدا نگهدار.